بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از مصاحبه جنجالی و جالب مهدی پاکدل و رعنا آزادیور در برنامه فوتبال 360 با آقای عادل فردوسیپور در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. رنا آزادیور و مهدی پاکدل مهمانان اخیر برنامه فوتبال 360 برنامه زنده اینترنتی عادل فردوسی پور بودند که محمد بهرانی هم به عنوان میهمان و یه جورای مجری در کنار عادل فردوسی پور حضور داشت از همون ابتدا محمد بهرانی با رنا آزادیور شوخی رو شروع کرد و در مورد سریال پربیننده زخم کاری گفت اون گفت خانم آزادیور هر جا توی این مصاحبه احساس کردید من دارم زیادی حرف میزنم یا نظرم مخالف شماست زودتر بگید من خودم درستش میکنم اصلا نیازی به قهر و کشدار و جنگ نیست مهدی پاکدل هم در ادامهش گفت رنا اتفاقا همیشه خنده رو و خوش اخلاقه و برای همین من بهش گفتم بیا بریم توی مصاحبه عادل فردوسیپور شرکت کنیم که سمیرای زخم کاری رو به شوره ببره مهدی پاکدل در ادامهش هم گفت من خودم با آقای مهدویان کارگردان زخمکاری کاری گفتم که رنا دیگه نقش منفی بازی نمیکنه مردم نگران من شدن آخه این چه وضعشه و انقدر رنا بینظیر بازی کرده که اینطور همه واقعا باورشون شده رنا آزادیور یه زن عصبی و خشنه ولی خدا رو شکر که روی من تا حالا هیچ تمرینی نکرده در ادامه هم مهدی پاکدل گفت سه ساله که رنا سر پروژه زخم و در حقیقت زخم کاری اصلی رو من خوردم چون رنا هیچ وقت خونه نیست. رنا گفت زخم کاری توی کارنامه کارین واقعا یک نقطه عطفی بود و خیلی دوستش دارم. با اینکه ممکن آدم ها دوچار این فکرها بشن که من همونقدر عصبی و تلخ و بد اخلاقم ولی من خوشحالم که این نقش رو بازی کردم و این شغل منه رنا گفت خیلی نقش سختیه و من شاید حتی ده تا سکانس هم با حالت طبیعی و نرمال بازی نکردم همش یه فشار و استرس و عصبی بودن و دعوا و جنگ اعصاب بود و حالا هم که پروژه در تهران تموم شده و باید یه مدتی ازش دور باشم در ادامه هم گفت شاید واقعا بازی کردن نقش کمدی یا عادی خیلی راحت تر. باشه مهدی پاکدل گفت در جیران هم با هم همکار بودیم جیران راحت بود یه سری دیالوگ قاجاری داشت و یه سری لباس های خاص بود که باید میپوشیدیم تمرین میکردیم به درونمون و احساساتمون و روح و روانمون کاری نداشت مهدی پاکدل در ادامه هم گفت نقش رنا در زخم کاری واقعا سخته نقشی که از درون آدم میجوشه خیلی سخته من هم از دیدن بازیش کیف میکنم هم بهش افتخار میکنم بعدش هم مهدی پاکدل گفت من بعد از جیران کاری نکردم و بیشتر مشغول تئاتر هستم برعکس رنا که اصلا تئاتر بازی نمیکنه در ادامه هم مهدی پاکدل درباره اینکه اولین بار عادل فردوسیپور پور رو در شبکه چهار دیده گفت من یه خاطره خوبی از عادل دارم که برای اولین بار اون هم توی شبکه چهار از نزدیک دیدمش بهش گفتم آقا من هزار بار اسمس دادم پس چرا توی برنامه 90 برنده نمیشن گوشیشو در آورد و خیلی جدی گفت شماره تو بگو زد توی گوشیش گفت دروغ نگو 38 بار بیشتر شرکت نکردی و من واقعا دهنم باز مونده بود از این همه دقت رنا آزادیور هم گفت مهدی خیلی فوتبال میبینه و خیلی طرفدار همه ی تیم هاست. منم چون تک فرزندم و پدرم خیلی فوتبالی بود منم باهاش تماشا میکردم. پدرم پیش بینی های واقعا درست و صد درصدی داشت. مهدی پاکتل هم به نکاتی اشاره کرد و گفت شاید عادل هم واقعا از دیدن فوتبال لذت نمیبره چون اون رو از نظر تکنیکی بررسی میکنه. مثل ما که وقتی فیلم میبینیم از نظر نور و صدا و دوربین و همه چی بررسی میکنیم انگار لذتی از اون فیلم نمیبره. رنا در ادامه گفت من خیلی دوست دارم استادیوم برم مهدی پاکدل ما گفت در ایران اصلاً طبیعی نیست استادیوم رفتن زن و شوهر با هم اینکه اون باید بره طبقه دوم ته ته تح بشینه من باید برم اونور بر. عادل فردوسی پور در ادامه گفت بله متاسفانه در ورزشگاه آزادی که بهترین ورزشگاه ما هم هست خیلی جایگاه خانم ها بده بدترین جای استادیوم رو برای خانم ها گذاشتن و زن و شوهر وقتی با هم نمیتونن برن استادیوم واقعا چه فایده ای داره رنا آزادیور در ادامه گفت من استقلالیم ولی اسم بازیکن ها یادم نمیمونه و سر پروژه زخم کاری کامبیز دیرباز خیلی دو آتیشه و خیلی قضیه براش جدیه و این مسئله برای من اصلا عادی نیست من اصلا سر فوتبال دو آتیشه و انقدر جدی نیستم مهدی پاکدل هم گفت ما زیاد فوتبالی سفت و سخت نیستیم اونطوری که تو خونهمون دعوا بشه یا اگر دوستامون بیان بخوایم فوتبال ببینیم جر و بحث کنیم یا بخوایم کار و تعطیل کنیم که فوتبال ببینیم اما یادم سر پروژه حضرت محمد که کل عوامل پشت صحنه ایتالیایی بودن و بازی ایتالیا بود اون روز آقای مجیدی گفت رو پرده بندازین که راحت ببینیم و وسط بیابون فوتبال دیدن خیلی صحنه جالبی بود گل اول رو ایتالیا خورد دو سه نفر به زبون ایتالیایی فوش دادن گلهای بعدی رو هم خوردن همه رفتن و فقط ما ایرانی ها مونده بودیم که داشتیم بقیه فوتبال رو میدیدیم در ادامه برنامه هم با نشون دادن عکس هایی از شخصیت های اصلی کارتون فوتبالیست ها در موردش صحبت کردن. عادل فردوسیپور گفت من اصلا این برنامه کودک رو نگاه نمی کردم چون یه قسمت کامل توپ تو هوا میموند و حوصله‌ام سر میرفت. بعدش هم فهمیدم درباره عموی سوباسا و خیلی روابط دیگه در کارتون های دیگه به ما در تلویزیون ایران دروغ گفتن. مهدی پاکدل گفت ما دهه 60 ها ساده بودیم و البته که منبعی هم نداشتیم که بریم دنبال اصل ماجرا. ما نسلی بودیم که هم آنالوگ رو دیدیم هم دیجیتال رو و نسل جدید از خاطره های جذاب ما هیچ تصوری نداره ما چشممون رو باز میکردیم با توپ دولایه تو کوچه بودیم تا غروب که با دعوا بیارنمون تو خونه آدل فردوسی پور البته در ادامه گفت من خیلی بچه مثبت بودم و همش سر درس و مشق بودم بعد هم از رنا آزادیور پرسید شما خیلی گزیده کارید و از سال 81 که کارتون رو شروع کردید کلا 20 تا 23 تا فیلم سینمایی بازی کردید و خیلی با وسواس انتخاب میکنید و البته که با کارگردانای درجه یکی کار کردید رنا آزادیور گفت بله اولین کارم مارمولک بود و در مورد نحوه ورودش به سینما گفت دیپلم تجربی گرفتم ولی بعدش پشیمون شدم تغییر رشته دادم رفتم هنر پیش دانشگاهی رو هنر خوندم نمایش عراق و بوشهر قبول شدم ولی نرفتم چون شهرستان بود و دور بود تصمیم گرفتم توی همین تهران کلاس‌های آزاد بازیگری برم اولین دوره موسسه کارنامه بود که با مدیریت آقای پرستویی برگزار می‌شد یه روز من یه روزنامه خریدم دیدم نوشته برای یه فیلم تست می‌گیرن همون روز رفتم تست دادم و قبول شدم و توی مارمولک بازی کردم بعدش هم که وارد کار حرفه‌ای شدم عادل فردوسیپور گفت البته میدونم که عموی شما هم هنرمند بوده نویسنده و مترجم و هنرمند واقعی و استاد بلا منازه رنا آزادیور گفت بله مرحوم هوشنگ آزادیور یکی از دلایل اصلی علاقه من به هنر بود بعدش هم که من توی درباره الی بازی کردم و دیده شدم و کنار بازیگرای درجه یک ایرانی بودم بعد هم درباره نقش کوتاهی که توی فیلم سینمایی کارگرها مشغول کارن گفت من رفته بودم به مرحوم آتیلا پسیانی سر بزنم قرار نبود اصلا توی اون فیلم بازی کنم بعد عادل فردوسی پور خاطره ای از آتیلا پسیانی تعریف کرد و گفت برای طراحی دکور برنامه نود آتیلا به من زنگ زد و اومد خونه ما با خودش فقط یه مداد آورده بود به من گفت یه کاغذ بهم هم بده و شروع کرد با یه عشق و علاقه خاصی یه طرحی رو کشید که ما اجرا کردیم خدا بیامرز خیلی هم فوتبالی بود بعد هم مهدی پاکدل خاطره ای از آتیلا پسیانی تعریف کرد و گفت توی سال 82 ما تاس بازی می کردیم توی همون روز و همون ساعت اجرای ما ایران با ژاپن بازی داشت آتیلا اومد رد شد گفت چی شده گفتیم بابا بازیه ولی چون یه نفر بلیت خریده قانون تئاتر شهر اینه که ما باید اجرا کنیم آتیلا گفت من میرم باهاش صحبت میکنم رفت اون یه نفر رو پیدا کرد باهاش صحبت کرد اومد و گفت راحت فوتبال رو ببینیم اون یه نفر رو باهاش صحبت کردم فردا میاد در ادامه هم عادل فردوسی پور از رنا آزادیور پرسید واقعا شنیدم که در صحنه های زد و خورد زخم دست خودت هم آسیب دیده رنا گفت بله توی صحنه که مثلا میسم پسرم رو باید میزدم دست خودم آسیب دید چون صورتش استخونی بود و کسی که میدونه قرار کتک بخوره به شکل ناخداگاه صورتش رو عقب میکشه و هر دفعه دستم میخورد به استخون فکش و تا چند وقت درد میکرد اما اون نگران بود و میگفت دستت چی شد دستت خوبه من میگفتم بابا من دارم میمیرم از اینکه دارم تو رو میزنم خیلی حس وحشتناکی بود به نظرم کسی که میزنه کارش سختتره در ادامه هم عادل فردوسیپور گفت شنیدم که تصمیم داشتید با هم هم به ورزشگاه برید که مهدی پاکدل گفت آره هماهنگ کرده بودیم بریم استانبول ولی باز جور نشد ولی خودم به تنهایی توریستی نیوکمپ رو دیدم خیلی گوده آدم اصلا میترسه و موزه خیلی قشنگی هم داره که متاسفانه ما توی ایران موزه فوتبال درست و حسابی نداریم مهدی پاکدل در ادامه هم گفت پدر رنا خدا بیامرز عاشق مسی بود و همیشه میگفت مسی رو از تو بیشتر دوست دارم بعد هم میگفت رونالدو خیلی خوب گل میزنه دمش گرم ولی مسی فوتبال بلده و عاشقانه فوتبال بازی میکنه عادل فردوسی پور هم در ادامه گفت خیلیا میگن دخترها فوتبال نمیفهمن و به خاطر قیافه و تیپ فوتبالیستا فقط عاشق فوتبال شدن ولی به نظر من اینطوری نیست مخصوصا دخترای ایرانی زیادی رو دیدم که عاشق خود فوتبالم و لذت میبرن و دچار هیجان میشن رنا آزادیور گفت بله درسته آدم سر فوتبال حسی رو تجربه میکنه که جای دیگه اتفاق نمیفته خیلی شبیه سینماست که عادل در ادامه گفت به نظرم بیشتر شبیه تئاتره چون سینما بالاخره ادیت میشه سوتیا و اشتباهات توش درست میشه ولی تئاتر اینطوری نیست عادل در ادامه گفت مهدی صداد هم که خوبه تیپ و قیافت هم خوبه مدل هم بودی تبلیغات هم انجام دادی و شنیدم که کتاب صوتی و دکلمه و اینها هم انجام دادی نقاشی و عکاسی و همه کارهای هنری رو انجام دادی رنا در ادامه گفت بله واقعا مهدی هنرمنده نقاشی میکشه طراحی میکنه عکاسی آشپزیش درجه یکه و با عشق آشپزی میکنه همه چی درست میکنه مثلا شما ساعت دوازده شب بگو هوس کتلت کردم میگه الان برات درست میکنم و واقعا یه کتلت خوشمزه با عشق درست میکنه که مهدی پاکتل در ادامه گفت من هیچ وقت توی زندگیم حوصلم سر نمیره همیشه یه کاری برای انجام دادن دارم و همیشه انگیزه و عشق دارم زمان کرونا من عشق میکردم انگار بهشت بود توی خونه مونده بودم همه کار میکردم عکاسی نقاشی کارهای گرافیکی آشپزی تولید انبوه غذا درست میکردم برای همه میبردم ترشی شور مربا همه کار میکردم عادل فردوسی پور در مورد آشنایی اونها هم گفت شما سر آلبوم همایون شجریان آشنا شدید آیا قبلش هم همدیگر رو دیده بودید که رنا آزادیور گفت ما همو میشناختیم توی مراسم ما همدیگر رو دیده بودیم ولی سر کلیپ همایون شجریان من مهدی رو بعد از هفت سال دیدم و ابر میبارد کار خودش رو کرد و واقعا هم کلیپ قشنگی شد در ادامه هم مهدی پاکدل و رنا آزادیور خطاب به عادل فردوسیپور گفتند ما و نسل ما قدردان شما هستیم و امیدواریم که به زودی گزارش های شما رو بشنویم و باز هم کیف کنیم. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید